اما در زیر ذره بین امشب جریان ساختن مسجد 3 طبقه وسط شهر لندن چیه؟ بودجه ساخت مسجد منطقه وستمینستر لندن رو چه کسی پرداخت میکنه؟ آصف عزیز میلیاردر مسلمان بریتانیا کیه و در انگلستان چه میکنه؟ این تابلوی نورانی یکی از معروفترین بیلبوردهای تبلیغاتی جهانه که در میدان پیکادلی در مرکز شهر لندن واقع شده. میدانی که وسط مراکز مشهور سرگرمی و توریستی و خرید لندن مثل سوهو و آکسفورد استریته. حالا قرار درست در 3 دقیقه‌ای میدان پیکادلی لندن مسجدی 3 طبقه ساخته بشه. اینجا که روی نقشه مشخص کردیم. توی ساختمان تروکادرو یکی دیگه از ساختمان‌های معروف لندن. مجوز ساخت رو شهرداری منطقه صادر کرده. در همین محدوده 3 مسجد دیگه هم در مرکز لندن قرار داره. مرکز اسلامی سوهو، مسجد میفر و مسجد خیابان گوج. اگه این 3 و مسجدی که قرار ساخته بشه رو به هم وصل کنیم، منطقه سوهو تقریبا در وسطشون قرار میگیره. منطقه‌ای که به زیست شبانه‌اش مشهوره و مملو از بارهایی که مشروبات الکلی دارن، کلاب‌های شبانه، کلاب‌های رقص برهنه و مراکز امن عمومی برای همجنسگرایان. اما چه کسی قراره بخشی از ساختمان تروکادرو رو به مسجد تبدیل کنه؟ فرم درخواست به نام مؤسسه خیریه عزیز ثبت شده. مالک مؤسسه خیریه عزیز آصف عزیزه که ساختمان تروکادرو رو 220 میلیون پوند خریده، یعنی حدود 14,000 میلیارد تومان. آصف عزیز 56 سال سن داره، اصالتاً اهل مالاوی آفریقا و یکی از ثروتمندترین مسلمانان بریتانیا است. به نوشته روزنامه تایمز ارزش املاکش به بیش از 2 میلیارد پوند میرسه. برخی از اعضای هیئت امنای مؤسسه خیریه عزیز در مراکز اسلامی دیگه کار کردن یا کار میکنن. برای مثال سعدیا محمود از کارمندان انجمن خیریه اسلامی لندن بوده که دولت بریتانیا سال 2014 کمک‌های مالی بهش رو قطع کرد. دلیلش هم رعایت نکردن موازین و ارتباط اعضاش با گروه‌های اسلامی افراطی بوده. روزنامه دیلی تلگراف هم چنین از ارتباط انجمن خیریه اسلامی با گروه یونین آف گود یا ائتلاف خیر که به حماس کمک مالی می‌کرده پرده برداشته. تمرکز خیریه عزیز کمک به ارائه بورس تحصیلی به مسلمانان بریتانیاییه. به گزارش خود خیریه این مؤسسه از سال 2015 تا 2022 حدود 500 بورسیه تحصیلی به ارزش 7 میلیون پوند به دانشجویان مسلمان بریتانیایی داده. Zara Rasami and I plan to study MA Interactive Journalism at City University. The reason why I chose this course is because I've always been passionate about current affairs, international news and the power of storytelling, but I felt frustrated at the lack of positive representation of Muslims. غیر از خیریه عزیز، نام آصف عزیز در شرکت‌های بسیار دیگه هم بوده و هست که خیلی هاشون شرکت املاکن. اما بخشی از شرکت‌های او در جزایر ثبت شدن که به بهشت مالیاتی معروفن. سال 2016 میلادی مجله پرایوت آی انگلستان گزارشی در مورد شرکت‌های وابسته به آصف عزیز منتشر کرد که در جزیره نیمه خودمختار من در دریای ایرلند واقع شده بودند. این گزارش نوشته بود که شرکت وابسته به آصف عزیز پاپ‌ها یا همون میخانه ها رو میخرن، تعطیل میکنن و به جاش آپارتمان میسازن. در گزارش 7 سال پیش پرایوت آی اومده که شرکت گولفرید مالک بیش از 150 میخانه است که بسیارشون تعطیل و به جای اونها آپارتمان ساخته شده. میشه پرسید آیا تغییر کاربری این میخونه ها فقط به دلیل سوداوری بوده یا مکان هایی که در اونجا الکل فروخته میشه به دلیل مذهبی بسته شدن؟ در همین گزارش از شرکتی به نام مندوزا هم نام برده میشه که با شرکت‌های مرتبط با گولفرید هم آدرسه. شرکتی که سال 2012 تنها کلاب همجنسگرایان اون زمان در منطقه لویشام لندن رو خرید و بلافاصله تعطیلش کرد. از اسناد افشا شده پاناما هم میشه به نام آصف عزیز رسید. اسناد پاناما اسناد افشا شده از دور زدن تحریم، پولشویی و فرار مالیاتیه که سال 2016 در رسانه‌ها منتشر شد.
تغییر کاربری بخشی از ساختمان تروکادرو به مسجدی سه طبقه دوباره نام آصف عزیز رو به مرکز توجه آورد. ساختمانی که 127 سال پیش ساخته شده و تقریبا همیشه مکان سرگرمی و تفریح بوده، از بازی‌های کامپیوتری تا نمایشگاه و رستوران. آصف عزیز این ساختمان رو سال 2005 خرید. سال 2011 این ساختمان تعطیل شد تا اینکه سال 2020 بخشی از اون به هتل تبدیل شد. همین چند ماه پیش هم قرار شد بخشی از اون به مسجدی سه طبقه تبدیل بشه. مؤسسه خیریه عزیز همچنین کارزاری برای تثبیت روز جهانی اسلاموفوبیا یا اسلام حراسی در قانون بریتانیا راه انداخته. پیشنهادی که به عقیده برخی محدود کردن آزادی بیان محسوب میشه، که البته این پیشنهاد تا امروز عملی نشده. راه انداختن این کارزار از سوی آصف عزیز مهمه چون نام او در بین 500 مسلمان برتر مجله سالانه مسلمانان تاثیرگذار آمده، مجله‌ای که به علی خامنه‌ای رتبه 2 داده. 3 2 1 امسال برای اولین بار در تاریخ بریتانیا با شروع ماه رمضان میدان پیکادلی با 30,000 لامپ LED روشن شد. اسپانسر این چراغانی هایی که هلال ماه رو نشون میداد مؤسسه خیریه عزیزه، همون مؤسسه ای که گفتیم قرار بخشی از ساختمان تروکادرو رو در مرکز لندن رو به مسجد تبدیل کنه.